برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. حرم حضرت امیرالمومنین علیه السلام با حضور تولیت آستان مقدس علوی و زائران آن حضرت گل آرایی خواهد شد. بدین منظور هزاران نهال سبز با گل‌های رز طبیعی به منظور پخش شدن آنها در منطقه آغاز شده است. قرار است علاوه بر ذریح علوی، ذریح امام حسین، حضرت عباس و ائمه کاظمین و سامرانیز تا عید قدیر گلارایی شوند. با توجه به افزایش چشمگیر برنامه‌های عید قدیر امسال، حجم گل‌های اهدایی نیز افزایش پیدا کرده است. علاوه بر آن، واحد تزیینات حرم مطهر امیرالمومنین بر همکاری مشترک و درخواست ویژه از بقاع متبرکه مبنی بر تهیه نهال‌های سبز که در نهالستان‌های حرم مطهر می‌روید تأکید و خاطر نشان کرد. این واحد هزاران گلاب طبیعی را برای پخش در حرم‌های مطهر آماده کرده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران، 80 بیمار مبتلا به تب دنگی در ایران شناسایی شده است. وزارت بهداشت ایران افزایش شمار مبتلایان به این بیماری در امارات متحده و مسافرت برخی از ایرانیان به خارج، مخصوصاً به امارات متحده عربی را عامل مهم ابتلا به این بیماری ذکر کرده است. به گفته رسانه‌های ایران، در یک ماه گذشته 92 نفر مبتلا به تب دنگی در ایران شناسایی شدند که 2 مورد آن ابتلای محلی و 90 مورد آن ابتلای وارداتی بوده و همچنین از ثبت 3 مرگ ناشی از این بیماری خبر دادند. تب دنگی با علائمی مانند سرماخوردگی شروع می شود و به تدریج شدیدتر شده و در صورت عدم درمان گاهی می تواند منجر به مرگ شود. اخیراً گونه مهاجمی از پشه در 13 کشور اتحادیه اروپا از جمله فرانسه و اسپانیا هم افزایش پیدا کرده و کارشناسان گسترش این پشه را با بالا رفتن تعداد مبتلایان به تب دنگی در اروپا مرتبط دانستند. دانشمندان هشدار دادند که میلیون‌ها نفر از مردمی که برای تأمین آب مورد نیاز خود به ذوب شدن برف هیمالیا وابسته هستند، امسال با خطر بسیار جدی کمبود برف مواجه هستند. انباشتگی کمتر برف و سطوح نوسان برف خطر کمبود آب را به ویژه در سال جاری افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها، برف و یخ در هیمالیا منبع آب حیاتی برای حدود 240 میلیون نفر در مناطق کوهستانی و همچنین برای 1 میلیارد 650 میلیون نفر دیگر که در دره‌های رودخانه‌های اطراف ساکن هستند می‌باشد. در حالی که سطح برف هر سال در نوسان است، دانشمندان میگویند تغییرات آب و هوایی باعث راندگی نامنظم و تغییر الگوهای آب و هوایی می شود. تغییرات قابل توجه آب و هوایی علاوه بر نپال شامل کشورهای افغانستان، بنگلادش، بوتان، چین، هند، میانمار و پاکستان شده است.